خیلی ممنون، مرسی، متشکرم، خیلی ممنونم، خیلی ممنون از لطفتون، متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خوش آمدین و همه این گل میمونن. به به، متشکرم، مرسی. بریم سر اصل مطلب. با اطمینان بهتون عرض میکنم که در حال حاضر مسئولیت پذیرترین مردم جهان در خاورمیانه زندگی میکنن. جاهای دیگه دنیا یه اتفاق بدی که میفته همه شونه خالی میکنن، میگن اصلا به ما ربطی نداره. اینجا هواپیماهای تک سرنشین یاتاقان میزنه میفته، طالبان میگه ما زدیم، الفلان میگه نه ببین قبلی رو تو زدی، اینو بذار ما بگی ما زدیم، البهمان میگه من یه سال یه گنجیش کم نزدم. با توجه به این که در چنین منطقه‌ای زندگی میکنیم، باید همیشه تجهیزات و امکانات مبارزه با بحران دم دستمون باشه. اولین کاری که بعد از وقوع بحران باید انجام بدیم نجات ستاد بحرانه. همین اخیراً گیلان یه برف سنگینی اومد، اول از همه ستاد بحران برفگیر شد، عکساش هست ببینید. مسئولین میخواستن راهو باز کنن بیان بیرون بحران رو کنترل کنن، اما متاسفانه در یخ زده بود و باز نمیشد. عکساش هست، 48 ساعت طول کشید اینا موفق شدن بیان بیرون. برفا همه آب شده بود، یه قلمبه 200 گرمی بود مونده بود یه گوشه، که بلافاصله حلقه انسانی توسط بچه‌های ستاد دورش تشکیل شد و پس از خونساسازی به خارج از شهر منتقل شد. از دیگر اقداماتی که در اخبار خوندیم، پرتاب غذا برای مردم برفگیر در جاده ها از طریق هلیکوپتر بود. یعنی طرف 3 روز توی برف دوام آورده بود، اما کنسرو لوبیا که خورد تو سرش دیگه نتونست. مرگ دردناکی بود. نگفتن که کنسرو لوبیا خورده تو سرشون، گفتن تن ماهی بوده. چقدر در رادیو تلویزیون میگن دوستان تن ماهی رو اول بجوشونید بعد پرت کنید، گوش نمیده کسی. یه خانم یه آقا و یه خانم بفرمی. متشکرم. آقا شغلش، خانم اول، خانم شغل شما چیه؟ به نام خدا، آموزگار پنجم. آموزگار پنجم، من آموزگار پنجمم رو یادم. خانم جهانشاهی، خدا اگر که هستن ایشون رو حفظ کنه، و چقدر یادم از ایشون، چقدر معلم خوبی بودن و چقدر حواسشون به بچه ها بود. شما چی؟ در حال حاضر نتورک. در حال حاضر نتورک، بازاریابی شبکه‌ای. بازاریابی شبکه‌ای، بسیار عالی. خانم چقدر به مسائل ایمنی توجه میکنید؟ در چه مورد آقای مادی؟ کلن مسائل ایمنی نمیدونم چی. کمک کنم؟ بله. مثلا تون ماهی
میجوشونید اول؟ بله حتما 20 دقیقه میجوشونیم بعد مصرف. بعد پرت میکنیم. کرونا. کرونا رو خیلی مواظبم. چی کار میکنیم؟ دستامون رو تونتون میشوریم، بعد ماسک استفاده میکنم. به بچه ها هم میگم تو کلاس که با هم روبوسی نکنن، با هم زیاد نزدیک نشن. بسیار خوب. برق. برق؟ ایمنی، هر گونه ایمنی. میگه چون میگن تو جاهای شلوغ شما وارد نشین، الان شما ماسک نداری. دیگه به عشق برنامه شما. قربون شما. ایشالله که هیچ وقت کرونا نگیرین و همیشه سلامت باشین. شما بگین آقا. من خیلی حواسم از هر کاری میکنم، به هرچی میخوام دست بزنم یا هرچی بخورم اول فوت میکنم بعد انجام میدم. اول فوت میکنی؟ بله. خب آخه به طور دائم نمیشه این کارو کرد، چون فشار میاد و نه. شما هنوز جوونی، شما آینده میخواین دیگه. ما فشار دیدیم دیگه. فشار دیدیم دیگه. چی دیگه؟ ایمنی چی رعایت؟ همین دیگه، فوت میکنیم همه چی درست میشه. با فوت کلن در زندگی همه چی رو فوت میکنیم، هر چیزی. خب راجع به مسائل جاده ها تا حالا گیر افتادین توی؟ بله آقای مدیری، همین امسال عید ما برای اولین بار رفتیم اهواز، برگشتنی سیل و بارون، اصلا داشتیم تو جاده، خدا دوباره ما رو داد. عجب. خیلی خوب. و تو اون لحظه چی کار کردین؟ مثلا به کجا زنگ زدین؟ چه اقدامی کردین؟ اون موقع آقای مدیری اصلا نمیشد به جای زنگ بزنیم. اصلا نه آنتن بود نه چیزی. ماشینمون چرخید رفت تو کوه، داشتیم اصلا داشت شب میکرد ماشین. بعد ولی یه ماشین خدایی اومد کمکمون کرد، پیاده شدیم. حالمون رو پرسید، گفت حالتون چطوره؟ مثلا اگه چیزی لازم داریم براتون میاد. بسیار عالی. بسیار عالی. شما هم که سیل زلزله میاد فوت میکنی؟ هر اتفاقی بیفته فوت میکنی. خانم خیلی کارتون با ارزشه. من همیشه در مورد معلمین، خصوصا دوران دبستان، چون بچه ها تو اون سن واقعا شکل میگیرن و معلمین انقدر شغلشون مقدسه و با این شرایط، با این شرایطی که در جامعه ما هست، با این حقوق ها، با این امکانات بسیار عجیب غریب، واقعا خیلی کار بزرگی میکنید و اینکه به بچه ها تعلیم میدید. واقعا به همه معلمین تبریک میگم، با این شرایط انقدر دلسوزانه کار میکنن و دستشون رو میبوسن. زنده باشید. خانم بهتر بودن دستا بالا، آقا بهتر بودن فوت کنین. خانم بهتر بودن، همینه نتیجه. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. شما همیشه خوب باشین. متشکرم. 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 اینقدر کش اومدی، اینقدر کش اومدی که گفتم بیا بالا، اومدی سه تا فوت کردی بری. شوخی میکنم. خیلی هم خوبی. افزایش امکانات خیلی به بالا رفتن میزان نشاط اجتماعی و امنیت روانی جامعه کمک میکنه. مثلا همین الان من دارم برق امیدی رو که تو چشمای تک تکتونه میبینم. چرا؟ چون آزاد راه تهران شمال افتتاح شد.
حتی اگه تا آخر عمرمون هم شمال نریم، همین که میدونیم اگه بخوایم بریم نیم ساعت زودتر میرسیم، دلهامون رو قرص میکنه. این بحث امنیت روانی خیلی بحث پیچیده‌ایه. از مقام مسئول پرسیدن عوارض این آزادراه چقدره؟ ایشون فرمودن زیر 50,000 تومان. همین که میگن کمتر از 50,000 تومان، امنیت روانی جامعه میزنه بیرون. ولی اگه بیشتر از 40,000 تومان، هممون استرس میگیریم. پس بیایم دیگه نگیم که پراید داره میشه 70 میلیون، بگیم پراید زیر 80 میلیونه. این امنیت روانی میاره. نگیم قیمت مصوب و غیر دلالی قبر نزدیک 17 میلیون تومانه، بگیم با کمتر از 20 میلیون صاحب خونه ابدی شوید. در هر صورت هزینه عوارض سفر به شمال داره یه جوری میشه که اگه صبح بریم شب برگردیم، سقف کارت به کارت اون روزمون پر میشه. غیر از این چیز دیگه ای تغییر نمیکنه، جز اینکه اونایی که اونور عوارضی میزدن بغل با شلوارک دور ماشین میچرخیدن، حالا این ور عوارضی با شلوارک دور ماشین میچرخن. ضمن این که آزادراه هنوز کامل نشده، به صورت آزمایشی بازش کردن. 200 کیلومتر که بری میبینی که کارگران مشغول کارند، راننده ها پیاده شدن آسفالت رو فوت میکنن که خوشه یه متر برن جلوتر. الان اینجوریه. نظرات شما رو میخونیم. بچه های امروز چرا اینجوری شدن؟ اگه ممکنه یکم در مورد احترام به والدین بگین. بعدی فقط بگو تو اون پاکتی که به تماشاچی ها میدی چیه؟ مردم از فضولی. قربون دهنت. بعدی چه خوبه که مثل قبل از مسئولان انتقاد نمی کنید. اینقدر گفتید و ما گفتیم، همه سر شدیم. بیخیالشیم بهتره. بعدی کاش یه بخش به برنامه‌تون اضافه می‌کردین و خودتون هر شب برامون یه آهنگ اجرا می‌کردین. متشکرم. مدیری یکم از خودت بگو. اگه میشه برای طرفداران در منزل دست تکون بدین. چشم. دستسازهای چوبی مخصوص سفره هفت سین. بعدی بیا زابل. پیر نشو لعنتی. چرا به ایرانی های خارج از کشور سلام نمی کنی؟ سلام می کنم به همه ایرانیان خارج از کشور، هر جای دنیا که هستن، عاشقتونم. و آخری آفر ویژه، فقط 2 روز دستگاه الکس. یکی از اخلاقهایی که از هر 100 نفر 99 تامون داریم اینه که وقتی پول میدیم میخوایم از تمام امکانات موجود استفاده کنیم. میریم هتل،
خودمون رو به در و دیوار میکوبیم که دمپایی توی اتاق هتل رو بپوشیم حتما. بعد دقت کردین دمپایی های هتل رو نمیشه پوشید، معمولا این رویش چسبیده به کفش، هر کاری میکنی نمیره تو پا. بعد حالا با هزار بدبختی بالاخره پاتو میکنی توش، بعد میخوای بری جلو نمیشه، استکاکش با موکت کف اتاق خیلیه. اگه میخواین نپوشیم چرا میذارین تو اتاق؟ کسی رو میشناسم که برای استفاده از زیر سیگاری هتل سیگاری شد، یعنی پاک پاک رفته تو هتل، سه روز بعد لب کبود چشای گود افتاده اومد بیرون. میشینیم تو هواپیما، اولین کاری که میکنیم میریم تو نخ این دکمه هایی که بالا سرمونه، پول بلیط دادیم باید استفاده کنیم، پیچ فن بالا سرشو باز کرده جهتشو داده رو سر من، یکم نگاش کردم گفت ببخشید من خودم سردمه، چراغای بالا سرشو روشن کرده خابیده، دکمه مهماندار رو هم را به را فشار میده، میگه ببخشید از این بالشا که میره تو گردن دارین؟ خیر. میگه پس آبالبالو بدین، اگه ندارید از این هدفون یه بار مصرفا بدین. این یکی رو با چش خودم دیدم، باور نمیکنید ولی من دیدم، شتر سواری و قایق سواری روی تور مسافرتی بود. یه آقایی برای اینکه چون پولشو داده بود به جفتش برسه با شتر رفت تو قایق، صدای ناله شتره اگوشم بیرون نمیره. یه شبایی از خواب میپرم زیر تختم رو نگاه میکنم میبینم نیست. مهمان داریم، چه مهمان عزیزی، گزارشگر درجه یک فوتبال تلویزیون و رادیو محمد رضا احمدی. سلام قربان. سلام قربان. از آدم خوبی قربان خیلی زد من نمیدونم بودی جرد. سلام سلام خیلی ممنونم خیلی خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. خوب هستین آقای مدیری؟ خیلی ممنونم. خیلی ممنونم قربان شما. خوش اومدین. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. خواهش می‌کنم، باعث افتخار بنده. خواهش می‌کنم. سلامی اگر هست. بله حتما. سلام خدمت شما آقای مدیری عزیز، سلام به همه حضار گرامی و دوستان بیننده و همراهان شبکه نسیم برنامه دور همی. هر جا هستن خوب باشن و ان شاءالله که برنامه رو تا آخر ببینن. ممنون که اومدین. از این چیزا ندارین آقای مدیری؟ چیا؟ به هوا این بالشا اومدم. بذاری آره. نه یادم به همه اون بالشا اومدم اصلا، یعنی شاید پشت صحنه باشه میگم روش حساب کرده بودم بیارم. عرض کنم که چهره شناخته شده ای هستی و خیلی طرفدار داری. از کجا شروع کردی این ماجرای گزارشگری رو؟ مثل فوتبالیست ها زمینه خاکی نبوده تا به قطعاً، یعنی قطعاً اینطوری نبوده، ولی خدا را شکر من خیلی شانسم خوب بود که مسیر خوب رو فکر کنم انتخاب کردم. من از رادیو شروع کردم، یعنی 82 ورودی سازمان بودم برای رادیو، تستای رادیو جوان شرکت کردم، وارد رادیو جوان شدم، بعدم خیلی سختی کشیدم، یعنی واقعا فکر کنم 2-3 سال مجانی کار میکردم تو رادیو بدون اینکه بخوام دریافتی داشته باشم. فقط به همه تهیه کنندگان محترم و کارگردانا میگفتم من بیام فقط تو برنامه‌تون باشم، حتی اگه شده متن بنویسم، ترجمه بکنم، نمیدونم کارهای دیگه انجام بدم، ادیت بکنم، یا حتی گزارش برم براتون بگیرم در سطح شهر اینور اونور، همه کارو انجام میدادم تا تونستم بالاخره یه ذره خودم رو نشون بدم. و ضمن اینکه من شروع هم این بود که به همه گفتم تو رو خدا من ورزشی ام، یعنی تو رادیو بودم به خدا من موجی و گزارشگر ورزشی ام، تستم ورزشی بوده، میگفتم مثلا برو کار اجتماعی انجام بده. خب این کارا خیلی سخت بود برای من. درست. اما رفته رفته خوب شد و از رادیو جوان رادیو ایران. چند سالتون الان؟ متولد 61 هستم. 61 میشه چند سال؟ 37 سال. خیلی پیر شدم به خدا. 37 سال نه بابا اولشه. و اون موقعی که وارد شدی چند ساله بودی؟ تقریبا 20 سالم، 21 سالم. 21 سال. خب بچه من قبلش هم تست داده بودم رد شده بودم،
بعد همون دوستانی که ردم کردن ما میدونستیم تو خیلی خوب میشی. گفتم خب چرا موقع ردم کردن که اصلا من شاید واقعا سرنوشت زندگیم تغییر میکرد که دنبال نبودم و درست. پیگیر نبودم. اما خدا رو شکر باز ادامه دادم رادیو جوان، رادیو ایران، بعد هم که تلویزیون. بله دعوت به کار شدم برای تلویزیون برای جام جهانی 2010. از رادیو به تلویزیون اومدم و الان در کنار دوستان هستم و فوتبال گزارش میکنیم. راضی هستین شما الان؟ اگر بخوایم از سوال جواب ها و صحبت های کلیشه‌ای خارج بشیم، دوست داری که راجع به چی حرف بزنیم الان؟ کدوم وجه خودت رو ببینیم و مردم آشنا بشن؟ فکر کنم ارتباط ما گزارشگری ورزشی با مردم خیلی خوبه، چرا که پل ارتباطی ما آبی قرمز، دیشب چه بازی بوده، یعنی خیلی ما راحت با مردم ارتباط برقرار میکنیم. شاید مثلا مردم ما رو میبینن حس میکنن که هر شب خونهشون هستیم، چون صدامون رو میشنون، اجرامون رو تماشا میکنن. زمینی که خوب فوتبال ورزش جنسش یه ذره متفاوت‌تره، شاید بحث هنری، بحث حالا هنر در عرصه حضرت عالی یا دیگر دوستان، سینما، تلویزیون یه ذره متفاوت‌تر باشه، موسیقی همینطور. اما ما رو با اینکه پرسپولیسی هستی، استقلالی هستی، دیشب عجب بازی بود، آقا دیشب دیدی بارسا باخت، آقا دیشب رئال برد، خیلی راحت‌تر ما با مردم ارتباط برقرار می‌کنیم و اینو خیلی دوست دارم، چون احساس می‌کنم که شغل ما متفاوته. اما واقعا اینم باید بگم که در کنار حالا همه خوبی‌هایی که داره، جذابیتایی که داره، چون فوتبال غیر قابل پیش‌بینیه، شما دوست ندارین میدونم فوتبالو، و حالا به خاطر شفچنکو هم که شده یه ذره نگاه کنین بیشتر و نه من بازی‌های من اینو یه توضیح بدم یه بازی‌هایی هست که خیلی زیباست، مثلا بازی‌های جام باشگاه‌های اروپا، نمی‌دونم لیگ قهرمانان، یه بازی‌هایی می‌بینی که اصلا انقدر هنرمندانه و عجیبه و پر از تکنیک‌های عجیب غریبی که اصلا مگه میشه ندید. ولی اینا رو من فقط میتونم ببینم گاهی، اونم یه بخشیشو بیشتر نمیگم، اصلا نه بیشتر نمیگم، به دلیلی الان همه میدونن طرفدار چه تیمی هستی؟ تقریبا 50-50 همه میدونن که ما طرفدار کدوم تیمی، ولی متاسفانه یکی از مشکلات ما الان غیر از فوتبال داخلی، فوتبال خارجی هم شده. یعنی الان حساسیت روی بارسلون و رئال مادرید و منچستر و آرسنال و چلسی و این تیم‌ها هم خیلی زیاد شده تو ایران هم، یعنی متعصبین خودش داره، یعنی شما شب که میخوابین صبح بلند میشین اون کامنت ها رو نمیتونین بخونین مثل شما. اینجوریه. خب این که 50-50 مردم میدونن که یه سری میدونن، طرفدار چه تیمی هستی، یک اتفاق بزرگی افتاد در یک برنامه زنده ای که برنامه زنده نبود. نبود. بی اخلاقی یه نفر بود که پشت صحنه که داشتیم با رفقا گپ می‌زدیم و شوخی می‌کردیم صدا رو ضبط کرده بودن. یعنی در واقع داشتی به استقلال بد و بی راه می‌گفتی. نه، بس این نبودش، بس این بودش. نه خدا نکنه. نه. واقعا اینجوری نبود، خدا به سر شاهده اینطوری نبود. ما یه صدا بردار بسیار دوست داشتنی و بازنشسته در شبکه 3 داریم که با همه گزارشگرا خیلی اهل، یعنی خیلی شوخی میکنن، خیلی با هم دیگه جو خوبی داریم و اینا. این دوستان اونجا در کنار من بودن و من گفتم که حتی داشتم به صدا بردارم میگفتم این بنده خدا میگه که اینطوریه، من میگم نه اینجوری نیست، مثلا امروز شاید استقلال ببازه اینطوری، ولی همه جواب برگردون، ولی واقعا اینطوری نیست. چون الان خودت، الان من خودم خیلی خوشحالم که مثلا پشت صحنه برخی دوستان شما گفتن مرز استقلالی دیگه، یا مثلا مرز پرسپولیسی، یعنی مشخص میشه که باز شاید توی گزارش سعی کنیم عدالت رو برقرار بکنیم. بعد از اون اتفاق چیزی چون از طرفدارات کم شد؟ دارم. نه خدا رو شکر، مردم به نظر من چایتو درک میکنن. شما خودتون قطعا قبل از اینکه وارد عرصه سینما بشین، تلویزیون بشین، چقدر سینما میرفتین؟ خیلی. من هم مثل شما همش استادیوم بودم. برای من فرق نمیکرد که پرسپولیس، استقلال یا پاس از قدیمه که الان دیگه پاسی وجود نداره متاسفانه. من بازی استقلال، سپاهان، پرسپولیس، پاس، اینا رو همه رو میرفتم ورزشگاه، چون عاشق فوتبال بودم. درست. اگر یعنی شما تشمیل این سینما میرفتم مثلا استادیوم بازی رو تماشا میکردم. این که عاشق فوتبال بودی چرا فوتبالیست نشدی؟ توپول بودم، تنبل بودم. خونمون از محل تامین دور بود. یعنی گزارشگر میتواند توپول و تنبل باشد. 100%. یعنی گزارشگر غیر توپول هم داریم. گزارشگر توپول داشتیم. نه داریم. الان گزارشگر توپول، نه الان آقا جوادم خیلی لاغر شده آخه. آها آره آره. الان آقای خیابانی هم دیگه توپول نیستن. دیگه لاغر شدن. پس چون توپول بودی و تنبل بودی دنبال فوتبال. تنبل یعنی چی؟ تا چه حد؟
هم مسیر خونمون به زمینه تمرین خیلی دور بود. اکثر محله های تمرین سمت حالا ورزشگاه آزادی و سمت حالا فوتبالیا که ماشاءالله دمشون گرم، همه از منطقه نازیاباد به خصوص هستن یا حالا مناطق پایین‌تر که خیلی هم خونگرم و بی‌نظیر درجه یک هستن. یه ذره مسیر خونمون هم دور بود واقعا. یعنی تا بخوام ساعت 2-3 از مدرسه تعطیل شیم و بخوام برم سمت تمرین نمیشد. یعنی اگر که یک زمین فوتبال کنار خونه بقل... بود الان فوتبالیست بودی؟ احتمالاً نه، احتمالاً با ضعف قضا میرفتم بغل زمین فوتبال. خیلی خوب. گزارشگری فوتبال چه فرقی با گزارشگری رشته های دیگه داره؟ خیلی جذاب و خیلی سخت، چون که قطعا حتی در بین خانمایی که حاضر هستن توی سالن همه در مورد مسی اطلاعات خوبی خواهند داشت. ولی شما در مورد مثلا شاید یه ورزشکار شنا اگر شاید اطلاعاتی رو بدین که خیلی هم درست و صحیح نباشه کسی متوجه نمیشه. اما تا بگی مسی الان 3 اختاره شد، 2 اختاره شد، دیشب اینجوری شد، نه قطعا خیلی ها میدونن دیشب حتی ماکارونی خورده مثلا. این خیلی کار ما رو سخت میکنه. با اینکه خیلی از پیشکسوتان ما عالی بود. با اینکه آقای مدیری خیلی از پیشکسوتان من میدونم قطعا با خود حضرت عالی صحبت کردم و گفتن که مثلا زمان قدیم هم خیلی سخت بوده، لیست بازیکن‌ها نبوده، نمیدونم پیدا کردن بازیکن‌ها و اطلاعات کار خیلی سختی بوده. اما من معتقدم که اون موقع باز کسی شاید متوجه نمی‌شد که الان شما مثلا اسم 11 تا بازیکن کره جنوبی رو مثلا جوونگو گفتی مثلا فرقی نمی‌کنه واسهشون. اما الان امکان داره کسی مثلا سون هیون مینو نشناسه. یعنی شما فقط کافیه بگی آقا این نیست یا هست. خدا روش اینترنت هست و از صبح همه تو گوشین و بله. همه چی رو کنترل میکنن و قطعا دنبال میگه که سوتی شما رو هم بگیرن. یا شاید این که یک دلیل دیگه شنی که مثلا حاشیه راجع به بازیکنای فوتبال خب خیلی بیشتر از رشته های دیگه است. بله. آره. با اینکه در بین دیگر ورزشکارا هم کم نیست اما فوتبالیا بیشتر به چشم میان. یعنی ما داریم الان ورزشکاری که میلیاردی مثل فوتبالیا پول میگیرن اما به چشم نیومده. بعد چقدر هم کیف میکنن که به چشم نمیاد ولی پولا رو میگیرن. آره دیگه پول کلون میگیرن ولی کسی نمیدونه. گفتید خانم ها هم میدونن، چرا ما گزارشگر خانم نداریم؟ مگه ما فوتبال بانوان نداریم؟ بله، برای فوتبال بانوان در حال حاضر چون فوتسالمون لیگ داره و لیگ بانوان تا حدودی خب حالا خدا رو شکر خیلی منظم داره برگزار میشه و شاید راحت‌تر باشه توی سالن گزارش کردن. عده‌ای از خانم‌ها هستن که در حال حاضر توی عرصه گزارشگری ورزشی بانوان برای فوتبال و فوتسال فعالیت می‌کنن. یعنی پخش میشه از تلویزیون الان؟ گزارش‌های خیلی کوتاهی از شبکه ورزش در قالب برنامه‌هایی که اختصاصی و تخصصی اون ورزش هستش. بله. چندین بار پخش شده. رادیو هم همینطور ما گزارشگر بانوان داشتیم که اومدن و مسابقاتی رو گزارش کردن. اما در حال حاضر خب در تلویزیون برای مسابقاتی که شاید عموما بیشتر در رصد مردم قرار میگیره خیر چنین چیزی وجود نداره. درسته. خیلی هم کم توی، یعنی شما اکثر گزارشگرای مطرح دنیا هم که وقتی توی شبکه‌های دیگه هم نگاه می‌کنین آقایون هستن. بله. که مثلا حالا مثلا ما تیلر و مورگان و اینا که آدمای معروفی هستن همه جای دنیا همه میشناسنشون، همه آقایون هستن دارن گزارش میکنن. برای همین شاید خیلی هم اقبالی به سمت بانوان نبوده که تو این عرصه وارد بشن، که امیدوارم که اگه دوست دارن وارد بشن. درسته. ازدواج کردی؟ بله، من بچه‌ام تقریبا 10 روز دیگه میشه 3 سالش. عزیزم اسمش هم نفسه. بله نفس. چه اسم زیبایی. چی شد؟ بچه یا مادر بچه؟ نه خب این سواله آقا. نه خودت چی فکر میکنی؟ ازدواج کردی چی شد؟ من همسرم در عرصه شنا فعالیت میکنه و مربی شناست. خب بعد توی مراسمی که من مجری بودم و ایشون برای گرفتن جایزه اومده بودن همدیگر رو دیدیم و از طریق ورزش و مربیانشون با هم دیگه ذره بیشتر آشنا شدیم و خیلی هم زود ازدواج کردیم. چقدر خوب. یعنی موقع دریافت جایزه من پشت تریبون بودم و ایشون داشتن جایزه دریافت میکردم. من جایزه نمیدادم به خدا. خب جایزه رو دوستان میدادن. نه این که میشه از طریق ورزش که نمیشه، میشه از طریق نگاه. بله ولی خب ورزش هم یه پل ارتباطی، اینکه ورزش اون مسائل ورزشی نبود شاید این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد. خوش شانس بودم خدا رو شکر. زندگی خوبه؟ زندگی مشترک؟ خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه آرامش داریم، یه خانواده خوب سه نفره هستیم. من تونستم خانواده همسرمو بزرگتر بکنم، همسرم تونسته خانواده منو گسترش بده و بزرگتر بکنه. دو نفر به خانواده ما اضافه شدن
یعنی از نظر پدر مادرم میگم بسیار خوب، دو نفر به خانواده اونا اضافه شده، خیلی خوش میگذره، دور همی خوبه، دور همی کلا بسیار خوب، سخت بگیریم سخت میگذره و هنوز به رشته شنا مشغولن و ورزش میکنن، همچنان در رشته شنا فعالیت دارن، ولی خب کمتر از وقتی نفس اومده یه ذره کمتر. چون فوتبالی هستی تو خونه کنترل دست کیه؟ من اتاق خودمو دارم، اون بر میرم چون پلی استیشن بازی میکنم، اونجا بازی میکنم، فوتبال پلی استیشن بازی میکنی؟ زیاد آقای مدیری. گفتی متولد 61ی؟ به خدا روحی هم خوبه. الان بپرسی شما، به خدا خیلی از دوستان پلی استیشن دارن. دوستان کیا پلی استیشن دارن اینجا؟ ببینید آقای مدیری، حتی خانوما هم دستشون بالا. 6 نفر از 400 نفر، 6 نفر. آقا شما 83 سالتونه شما؟ آها من اینجا نور افتاده بد دیدم، ببخش. درست، کنسولای بازی به نظرم خوبه، من این مزه میده دوره هم آدم استفاده بکنه. و چند ساعت در روز فوتبال میبینی یا فوتبال مطالعه میکنی؟ اکثرا من کتابای فوتبالی زیاد میخونم در قالب فوتبال، حالا شاید خیلی هم خونده باشن چون جذابیت داره واسه ماها، مثلا مثل کتابایی که الان در حال حاضر در مورد زندگی مورینیو هست، الکس فرگوسن هست، الان یه کتابی اومده، این چند سالی هستش اومده ولی من دارم میخونمش، به عنوان بازیکن مخفی، نویسندش ناشناسه، در مورد یکی از بازیکن‌های فعال در لیگ انگلیس هستش، ترجمه شده، پشت پرده بازی‌ها هست، پشت پرده اتفاقات توی رختکن هست، یعنی جذابه، یعنی اکثرا ما درگیر فوتبال واقعا هستیم، اما من فکر کنم حدودا روزی دو تا فوتبال می‌بینیم، روزهای شنبه یک شنبه و اگه سه شنبه ها و چهارشنبه لیگ قهرمانان باشه دو تا فوتبال من می‌بینم دیگه، دو تا 90 دقیقه. یعنی اون وقت گزارش چند مثلا چند بار در هفته داریم؟ من تقریباً حالا چون دوستان من فکر کنم حداقل دو تا گزارش بهم میخوره در طول هر هفته. در طول هفته. بله. و درآمد زندگی؟ گزارشگری؟ نه درآمد خاصی نداره واقعاً بی‌تعارف. یعنی به نظر من بیشتر هنره و عشق، اگه اسمشو هنر حالا دوستان بگذارن یا شما دیگه خودتون هنرمند درجه یک هستین. به نظرم بیشتر هنره و یک عشق و علاقه است که شما در اون زمینه دارید و واقعا نمیشه در ازای گزارش فوتبال فکر کنن دوستان که مثلا ما خیلی پول زیادی میگیریم و میشه ازش زندگی رو بگذاریم. میشه گفت چقدره؟ این رو به عنوان گلایه نمیگی؟ نه دستمزد من و دستمزد بقیه دوستان یه ذره متفاوته. اجازه بدین که من اینو نگم. مثلا بین چقدر تا چقدر؟ یک گزارش هایی تقریبا یکی دو سال پیش منتشر شد توی برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها در مورد دستمزد گزارشگرا، خیلی دور نبود از اون مبلغی که حالا دوستان اعلام کرده بودن، اما متوجه شدم. خوبه دیگه، همه فهمیدیم دیگه اصلا شد. خدا رو شکر. اب نداره. ولی زندگی رو تأمین می‌کنه نمی‌کنه؟ پس اینجوری یعنی شغل دیگری حتما داره؟ بله من شغل دیگه‌ای دارم. دیگه‌ای داری. خیلی خوب. اون درآمدش چقدره؟ یه چیزی بگو. ما رقم باید بگم؟ نه شوخی میکنم. خیلی کار سختی آقای مدیری الان در حال حاضر به نظر من، برای گزارشگری فوتبال دیگه گفتیم خیلی کار سختی، همم دوست دارن بیان الان، یعنی احساس میشه که فضا انگار باز شده که همم دارن میان، یعنی همینطوری جوان دارن میان. خیلی جوان. بله من دیدم که من یه بار همجوری گذری رد می‌شدم، یکی رو دیدم گزارش می‌کرد مثلا 9 ماهش بود دیگه، خیلی داره اون رنج سنی، خیلی جوان‌گرایی شده، اما هم خیلی خوب استقبال می‌کنم خود من به شخصه، هم یه ذره باید مراقبشون باشیم چون یه ذره این کار جذابه، یه ذره شاید آدم واقعا گول بخوره و بعد ولش بکنه، یعنی دیگه شما مطالعه نکنید، دیگه خب دیگه آنتن رو دارم و دارم گزارش میکنم پس مطالعه نکنم، او بارسلونا رو دیگه همیشه میدونم کیه دیگه، همه بازیکناشو میشناسم، باز نرم سراغش، این یه ذره آدمو گول میزنه و خطرناکه واقعا، ولی یه ذره ناراحتم میشم یه موقع هایی، من حتی به مدیران محترم شبکه اینو منتقل کردم که ما خیلی پوستمون کنده شد به خدا تا دونستیم بیایم پشت میکروفون زنده فوتبال گزارش بکنیم. این دوستانی که هستن استعداد برترن یا با پارتی بازی اومدن؟ اکثرشون از مسابقه آقای گزارشگر هستن، یعنی ما داریم نفراتی که نفرات برتر مسابقه آقای گزارشگر هستن که در شبکه 3 تونستیم کشفشون بکنیم، اما خب این که حالا برخی از بازی‌ها مهم به خدا را شکر داره بهشون میرسه، هم لطف خداست هم حتما توانمندی خودشون، اما من خودم به شخصه شاید بگم ساعت‌ها و سال‌ها
فوتبالایی ازم ضبط شد که یک ثانیه‌اش هم پخش نشد. یعنی به من گفتن که خب مثلا تو فوتبال مثلا چلسی و استون ویلا قشنگ اینو یادمه. سال 2009 2010 بود و من گفتن که بازی چلسی استون ویلا که اومدی هفته پیش تو باکس گزارش کردی قرار 6 و نیم هفته صبح جمعه پخش بشه. من ساعت کوک کردم بلند شدم بازی رو ببینم، بازی پخش نشد. یه بازی دیگه اصلا پخش شد. اصلا هیچ وقت اون بازی پخش نشد. یعنی میخوام بگم من ساعت‌ها باور کنید صدام هست، ویدیو هستش که من ضبط کردم گزارش کردم توی باکس شبکه 3 یک ثانیه‌اش هم پخش نشد. اگه 6 و نیم صبحم پخش میشد اصلا فرقی نمی‌کرد با اینکه پخش نشه. خودم از فقط راضی می‌شدم. 6 و نیم صبح مثلا ساعت کوک خوش فوتبال ببین. به خدا داری. اصلا چه جوری میشه؟ به خدا داری ساعت کوک کنی پاشی فوتبال ببینی. خب داریم حتما دوستان یادشون هستش که مثلا تیم ملی ما یه وقتایی رفته بود برای بازی دوستانه چهار جانبه به کشور آمریکا، بازی ما مکزیک و آمریکا، بازی 3 و 4 صبح بود، همه مردم بیدار بودن بازی تماشا میکنن. یا الان والیبالمون که میره مثلا شرق و یا میرن آمریکا بازی بکنن، بازی ها همین ساعت ها. مردم ساعت میزنن خودش بلند میشن. عجیبه، خیلی عجیبه. ولی من یادمه که قبل از انقلاب مسابقات بوکس کلی، محمد علی کلی، 5 صبح 4:30 صبح بود، یعنی به تایم ما میشد این ساعت. و واقعا یادمه من کوچیک بودم ولی میدیدم تمام چراغای خونه ها روشنه و همه دارن این مسابقات رو میبینن، چون یه تعصبی روی کلی داشتن مردم ایران و مسابقات 4:30 5 صبح پخش میشد. ورزش جذابه واقعا، تفکر خودشو داره. آینده گزارشگری فوتبال چیه؟ گزارشگری همچنان؟ بی تعارف اگر بخوام برای دوستان صحبت کنم، بدون اینکه واقعا بخوام در مورد کس شخص خاصی صحبت کنم، خدای نکرده برداشت بدی بشه، تو رو خدا داریم گپ دوستانه میزنیم، الان فردا دوباره کلی حرف و حدیث میشه. من خیلی بهش امیدوار نیستم که بخوام خیلی سالیان سال این کار رو انجام بدم. با اینکه الان شما نگاه میکنید مثلا خب همه دوستان میشناسن آقای مارتین تیلر بالای 70 سال سن داره، ماشاءالله با همون صدای خوب و پر انرژی داره کاراش انجام میده، اما من فکر کنم که نتونم برای خودم اون فضا رو متصور بشم با توجه به شرایط فعلی که وجود داره، که به نظرم فضای مجازی داره یه ذره ما رو اذیت میکنه، به نظرم شاید یه ذره از لحاظ فرهنگی با در عرصه فوتبال و حالا این قضیه گزارشگری ورزشی یه ذره با همدیگه مهربونتر باشیم، هوای همدیگه داشته باشیم. فوتبال تموم میشه یه سال دو سال یا 10 سال نهایتا برای یه فوتبالیست، بعد تموم میشه و اینا. به نظرم اگه بخواد اینطوری پیش بره شاید من خودم خیلی آینده آنچنانی مثل مارتین تیلر برای خودم تصور نکنم، اما فعلا بله در حال حاضر بهش چون 37 سالمه فکر میکنم که بتونم 3 تا جام جهانی دیگه. نه کمه، زیاده. زیاده. چرا خندیدم دوستان؟ میبینم که خیلی با احتیاط حرف میزنی. به این دلیل که خب به این دلیلم هست که خیلی کم حاشیه و بی حاشیه ای اساساً بین آدم‌هایی که تو این حرفه هستن. خودت مراقبی که حاشیه نداشته باشی یا؟ به نظرم حاشیه باعث پیشرفت آدم ها قطعا نمیشه، باعث پسرفتشون میشه. من به همه احترام میذارم، همه رو دوست دارم. روز اولی که گزارش کردم شبکه 3 و صدام از روی آنتن زنده پخش شد، هیچ کدوم از پیشکسوتا به من زنگ نزدن میگن که آقا خوش اومدی. ولی من وقتی که بچهای جوون اومدن بهشون زنگ زدم، بهشون اس ام اس دادم، یعنی میتونید بپرسین ازشون، چون دوست داشتم اون روز تلخی که برای خودم رقم خورد رو بچهای جوون تجربه بکنن. برای همین فضا شاید فضاییه که یه ذره باید مراقب باشیم که به هر حال شاید دوستی ها وجود داره اما شاید خیلی عمیق نباشه. درست. پس بهتره که من مراقب خودم باشم، چون هیچ کس اندازه خودم منو دوست نداره و من خانواده‌مو دوست دارم و اگه دوست دارم اونا راحت باشن، راضی باشن، دوست ندارم همسرم اذیت بشه، بچه‌م همینطور، پدرم، مادرم، متقابلا پدر مادر همسرم میخوان اذیت بشن، بس یه ذره مواظبم که از حاشیه‌ها به دور باشن. بسیار خوب. و سخت از حاشیه به دور بودن اینکه در مرکز ماجرا باشی و حاشیه نداشته باشی، خیلی مدیریتش خیلی سخته. واقعا سخته. ولی با این حال به هر حال انتقاد از گزارشگرها در شبکه مجازی خیلی زیاده. بس. یعنی هر کاری میکنید باز کامنت های منفی بسیار دارید. الان مطمئنا اگه شما بگین که مثلا طرفدار باشگاه رئال مادرید یا بارسلون، خیلی جالبه با اینکه اینقدر مخاطب دارین و همه خیلی با جون و دل حرفای شما رو میشنون چون شما رو خیلی دوست دارن، مثل من که شما رو خیلی علاقه مندم و دوست دارم، باور کنید فردا صبح یه نفر شما رو تو خیابون میگه آقا میران شما رالی هستی؟ میگه من دیشب گفتم من بارسایی ام.
یعنی باز این وجود داره، یعنی این متاسفانه تناقضه هست بین اون چیزی که مردم فکر میکنن و توی ذهنشون نقش بسته با آنچه که شما دارین روی آنتن میگین و حتی مطرحش میکنین علنا. این یه ذره کارو آقای مدیری واقعا داره سخت میکنه و این شرایط جامعه ماست، یعنی در همه موارد این شکلی شده، اصلا فقط مسئله این حرفه نیست. اصلا خب مثلا من رئالی هستم، خب اصلا تو چرا ناراحتی از این که من رئالی هستم؟ درسته. این چه خشمیه که ما سر هم دیگه خالی میکنیم؟ ضمن که آقای مدیری من واقعا به نکته که گفتین خیلی حالا یه چیزم اضافه کنم، ما الان همش میگیم که ورزش حرفه‌ای شده، بعد ناراحت میشه مثلا یه بازیکن استقلالی بره پرسپولیس، پرسپولیسی بره استقلال، بعد میبینیم کارنامه‌شو در میاریم که مثلا طرف 20 سال پیش گفته آقا من استقلالی الان مثلا برای پرسپولیس داره بازی میکنه. بعد چرا مثلا باید من حالا ببخشید این حرفو میزنم شاید خیلی دوست نداشته باشن، اما مثلا هیچ وقت طرفدارای منچستر یونایتد راضی نمیشن که منچستر سیتی بره قهرمان اروپا بشه، با هم رقیبن، با هم رقابت دارن، رفاقتی ندارن واقعا. بعد مثلا ما اونجا توقع داریم مثلا پرسپولیسیا دعا کنن که استقلال مثلا امروز بره قهرمان مثلا آسیا شه یا بالعکس. خب اینا رقیبن با هم دیگه، باید حرفه‌ای واقعا نگاه بکنیم به این موضوع. اینم شاید باعث شده که ما سوال‌ها تو ذهن خودمون داریم که حتما این اتفاق بیفته. درسته در عرصه ما واقعا باشگاهی حتی وقتی در عرصه بین‌المللی تیم‌ها بازی دارن ما توقع داریم که نمایندگان کشورمون همه‌شون موفق باشن، ما کیف می‌کنیم بریم تیم‌های عربی رو ببریم، تیم‌های آسیای شرقی رو ببریم، لذت می‌بریم، اما بپذیریم که یه رقابتی بینشون وجود داره. اگه فکر کسی هم میگه که آقا خوب شد دیشب پرسپولیس باخت، خوب شد دیشب استقلال باخت، سپاهان باخته، رقابت دارن با هم دیگه. این رقابت در عرصه فوتبال دیدمون باید حرفه‌ای باشیم. کسی ایرانو نگفته دوست ندارم، که همه دوستش دارن ایرانو. تیم را تیم مورد علاقه‌شون نبوده. آماری دارین از آدم‌های فوتبالی در ایران مثلا از 80 میلیون؟ بله، بعضی از بازی‌ها مثل ال کلاسیکو یا حتی بازی استقلال پرسپولیس گفته میشه که بین مثلا 35 تا 45 میلیون نفر بیننده داشته فوتبال، یعنی بیشتر از نصف جمعیت کشور ایران. بازی رو حالا در سن‌های سنین مختلف دارن تماشا میکنن. یعنی اینا 5 صبح میشن حالا همشون هم نه، ولی یه تعدادشون بله همینطوری بیدار میشن و فعالیت میکنن. چقدر عجیب. نظرت چیه راجع به مهاجرت ورزشکاران؟ هیچ جا خونه آدم نمیشه. به نظرم هرچی قدیمی‌ها گفتن راست میگن و هیچ جا خونه آدم نمیشه. فقط همین. فکر می‌کنی چرا؟ دلایل این مهاجرت به خاطر شرایط سخته. باید بپذیریم که ما الان در کشورمون به هر حال با یه سری از شرایطی روبرو شدیم که سخت و دشواره، اما به نظر من گذراست، میگذره و قطعا اونایی میتونن برنده باشن که بتونن پای کار وایسن، محکم باشن، قوی باشن و بتونن ادامه مسیر رو انشالله برای خودشون با هر شرایطی که وجود داره به بهترین شکل ممکن ترسیم بکنن. کسی میتونه موفق باشه که مرد عمل باشه و وایسه بجنگه. یعنی اون طرف پیشرفت بیشتری ندارن؟ من نمیتونم در مورد اونور و اینور صحبت کنم، چون من که هیچ وقت اونور نبودم، من در حال حاضر اینورم. و احساس میکنم که واقعا اون چیزی که شاید نشون میدن نیست. خیلی ها رفتن، حالا بعدا صداش در اومده یا شنیدیم یا حالا دیدیم که اون چیزی که بوده یا تعریفش رو شنیدن چند ماه بوده، چند وقت بوده، بعدش اون چیزی که فکر می‌کردن در طولانی مدت اتفاق نیافتاده و بنده خدا اصلا فیت شده، از بین رفته. برای همینه که معتقدم که وقتی که اینجا هستیم، این همه انرژی خوبو می‌بینیم، حالمون خوبه، خیابون شما صبح می‌رین در خونه رو باز می‌کنین، این همه انرژی خوب به شما میدن، برای شما همه دست تکون میدن، برای شما همه لبخند رو هدیه می‌کنن، چرا پس آدم باید اینجا رو دوست نداشته باشه؟ بازم میگیم هیچ جا خونه آدم نیست. چند تا سوال میپرسم فقط با بله یا خیر پاسخ بدیم. فقط بله یا خیر. این راه فرار ندارم. اصلا. دستتون دارم. قربونت برم. وقتی داری گزارش میکنی از تیم رقیبت ممکنه کم بذاری؟ خداییش نه. مجموعی خداییشو بگم. خیر. آیا فوتبال یک ورزش سیاسیه؟ بله. گزارشگری هست که بهش حسودی کنی؟ خیر. رقابت طلبی؟ شدیداً بله. اون اتفاقی که در گزارش استقلال راجب استقلال افتاد از محبوبیتت کم کرد؟ خیر. تا حالا مجبورت کردن برخلاف نظر شخصیت در گزارش یک چیزی بگی یا چیزی رو گزارش خیر. کنی؟ خیر؟ خیر. خب اگر که گزارشگر نمی شدی چی کار می کردی؟
شاید خواننده میشدم. خواننده؟ ها اینو نگفتم. محمد رضا جان صدای بسیار خوبی داره و گیتاریست خوبیه. مگه نمیشه هم گزارشگر بود هم خواننده؟ الان صدام کاملا تغییر کرده، یعنی الان وقتی حرف میزنم به حالت عادی هم خودم فکر کنم دارم گزارش میکنم با خانواده، مثلا آبو بده، مثلا غذا چی هست، مثلا این چرا چرا اینجوری، و این فکر میکنه توی آوازت هم بیاد، ولی همین در حالت عادی هم فکر میکنم این وجود داره. ولی خب کار موسیقی رو خیلی دوست داشتم از بچگی، من 3-4 تا ساز میزنم، بلدم، پیگی بودم، خیلی علاقه من بودم و اعتقاد دارم که موسیقی واقعا رابطه مستقیم با روح و روان انسان ها داره و می نشینه بر قلب و ذهن آدم ها و می تونه آدم ها رو واقعا تو هر لحظه متفاوت نشون بده. دوست دارم بچه هم این کار رو انجام بده، حتی همسرم هم همیشه تشویق کردم به فضای موسیقی در کنار ورزش و خیلی دوست دارم این فضا رو. چقدر جالبه و چقدر بامزه است که گفتی من لحنم تغییر کرده. فکر کن که خواننده بشی و در واقع اونجا نمیخونی، یک ترانه رو گزارش میکنی. آره. خیلی عجیبه، این فرمول عجیبیه. چند تا کلمه میگم با کلمه حس تو بگو راجبش. شفچنکو. یه عشق قدیمی آقا مهران. آرسنال. دوستش دارم. فضای مجازی. خطرناک و جذاب. مایکل مدیسون. من اصلا نمیشناسمش. مگه میشه؟ بله. چون مطالعاتت راجب فوتبال راجب حتما خیلی زیاده. من نمیشناسم. بله مدیسون رو نمیشناسم. و آرسنال رو هم خوب میشناسی؟ بله به خاطر اینکه از بازیکن‌ها حالا چرای قدیمی شد باشگاه آرسنال باشه. نه. من نمیشناسم متاسفانه مایکل مدیسون. مایکل مدیسون. نمیشناسمش. آرایشگر تیم آرسنال. تا این حد فوتبال میدونم. یعنی اسم فامیل آرایشگر تیم آرسنال که تیم عشق توه. میدونی؟ خیلی خوب. یا آقا بهرام هست میره قبل از دربی بچه ها رو ماشین رو صفا میده. اونو میشناسی؟ آره مایکل مدیسون آرایشگر تیم آرسنال. استقلال. تیم بسیار پرطرفدار و قابل احترام. دنیس برکم. شاید واقعا کسی که باعث شد من طرفدار آرسنال بشم. و همیشه هلندیا برای من خیلی قابل احترام بوده فوتبالشون. برکم هم یکی از هموناست و خیلی دوستش داشتم همیشه. راجب تیم‌های خارجی مشخصه که کدومش رو بیشتر از همه، یعنی همه میدونن که آرسنال. بله همه میدونن که من طرفدار آرسنال هستم. خیلی خوب. و خدا رو شکر خیلی حساسیت روش نیست. نیست. رو آرسنال. خیلی هم خوب. خیلی هم خوب. خب راجب به نظر برای قسمت پایانی برنامه دور همی حالا هر زمانی که بود من پیشنهاد می‌کنم شفچنکو دعوت بشه. میاد. میشه آوردش واقعا؟ بله. چند سالشه الان؟ الان دیگه شفچنکو فکر کنم الان دیگه 42 رو رد 41 رو رد کرده و به نظر من چون تو عرصه سیاست هم فعالیت میکنه چیکار میکنه؟ سیاسی شده دیگه، جزء فوتبالیست هست مثل جورج وآ و اینا که رفتن تو عرصه سیاست هم وارد شدن کارهای سیاسی هم انجام میده. به نظر من اگه دعوتش بکنیم میشه آوردش. وضعیت فعلی فوتبال ایران رو چطور میبینی؟ اسفناک و اسفبار میگن هر دو. اسفناک اسفبار هر دوش. به نظرم خوب نیست شرایط فوتبالمون در هم عرصه ملی هم در عرصه باشگاهی. چیه دلیلش؟ عدم داشتن ثبات مدیریت، نداشتن مدیران کارآمد، تصمیم گیری های آنی برای اینکه فقط بتونیم توی یک مقطع نتیجه گیری کافی داشته باشیم، فرارهای روبه جلویی که از سوی برخی از مدیران برای بقای خودشون انجام میشه، اینا همه دلیل هایی است برای اینکه متاسفانه ما در عرصه فوتبال نتونیم اتفاقات خوب رقم بزنیم. یعنی الان اوضاع استقلال و پرسپولیس همچنان نابسامانه و وقتی که شما میبینید که همین الان خب پرسپولیس یا استقلال دارن کار میکنن ولی بدهی های آنچنانی میلیون یورویی و هزاران یورویی روی پرونده های اونها اضافه شده و اضافه شده و روی میزهای فیفا و ای اف سی داره در حال حاضر مطالعه میشه که شاید دو روز دیگه یقه این باشگاه های پرطرفدار رو بگیره، قطعا خطرناکه. آقای مدیر
و اینا همش برمیگرده به همون عدم ثبات مدیریت، مدیری که الان میاد میگه بذار مثلا من حالا نهایتاً 2 سال هستم دیگه، بذار طرفدارا حال کنن، رو سکوها اسم منو صدا بکنن، تیممون خوب باشه، حالا ما هم دوره هم داریم یه چیزی جمع میکنیم و یا حالا به اصطلاح برای خودم حالا یک وجهی داشته باشم، بعد حالا خدا بزرگه یکی دیگه میاد همه چی سر اون خراب میشه. اینا خیلی داره فوتبال ما ضربه میزنه. تیم ملی اوزار چطور؟ تیم ملیمون خب الان در حال حاضر ما بعد از کارلوس کیروش نتونستیم واقعا یک مربی خیلی بزرگ و خوب رو در خودمون داشته باشیم. شاید دو بودن وجود داشته باشه. کیروش آدم به شدت باهوشی بود، میدونست که ظاهرا باید چه جوری حقش رو انگار بگیره، و شاید ما آدمای باهوشی نبودیم که بلد نبودیم با یه آدم حرفه‌ای و باهوش چه جوری برخورد بکنیم. و اجازه دادیم که اون هر جور دوست داره ما برخورد کنه که کار به یه جایی برسه که به اصطلاح مو به حد پارگی خودش برسه، پرده ها از همدیگه گسسته بشه و برداشته بشه و مجبور بشیم که با کیروش یه کار نکنیم. درست. اما حیف کارلوس کیروش رفت و بعد ویلموتس و الان هم که آقای اسکوچیچ در این ناباوری، در حالی که همه میگفتن شاید امیر قلعه نویی و علی دایی بمانه سرمربی بعدی تیم ملیمون باشن، اسکوچیچ میشه سرمربی تیم ملی و ما فقط امیدواریم که از پس رقبامون بر بیاییم دیگه. سابقه خوبی نداره این آقای. به هر حال اسکوچیچ یه جمله‌ای گفت در کنفرانس خبریش که هر تیمی که بوده شاید اونقدر مهره‌های کارآمد و درجه یکی در کنار خودش نداشته. تا حدودی هم میشه بهشون حق داد، اما به هر حال در عرصه ملی ما وضعیت تیم ملیمون بگونه است که ما از 4 تا بازی باقی مونده در مقدماتی جام جهانی فقط 4 تا برد می‌خوایم. یعنی ما باید هر 4 تا تیم هنگ کنگ و کامبوج که ان شاءالله می‌بریم، ما باید یقه بحرین و عراق هم در کشور خودمون بگیریم و اونها رو ببریم و 3 امتیاز رو بگیریم. این خیلی از بعد روحی و روانی رو میخواد، کسی قوی رو که بیاد تیم رو بتونه جمع کنه. میگن آقای اسکوچیچ فنیش هم خیلی خوبه، بازی کنه که قبلا باشون کار کردن. منم امیدوارم که اینطوری باشه و بتونه به تیم ملیمون کمک بکنه. ولی گزینه عجیبی بود که انتخاب شد به عنوان سرمربی تیم ملی، ولی تیم ملیمون دوستش داریم، حمایتش میکنیم و امیدواریم که برنده از زمین مسابقه توی همه مسابقات بیرون بیاد. بسیار عالی. اوضاع جامعه رو چطور می‌بینی؟ به هر حال به نظر من در حال حاضر ما خیلی کشورمون و مردم تحت فشار هستن، به خصوص از لحاظ اقتصادی. منم یکی از همین مردمی هم که میرم بقالی سر کوچه‌مون ماست می‌خرم، شیر می‌خرم، خدا رو شکر یه نفس الان پوشک استفاده نمی‌کنه. یعنی نمی‌تونستیم استفاده کنیم، فکر کنم انقدر گرون شده بود. هر روز به خانمم میگم خدا پدر مادرتو نگه داره که اینو از پوشک گرفتی، چون هر وقت که میرم سوپر میبینم پوشکم مثلا 5 تومن گرون‌تر شده. از شیرم بگیرنش. نه جدی، یعنی مثلا بچه رو میشه زودتر به غذا انداخت. الان دیگه همین شیر عادی میخوره، یعنی شیر غذا میخوره و شیر عادی میخوره، یعنی شیر پاستوریزه استفاده میکنه، ولی گرون دیگه الان گوشت نمیتونیم براش تهیه بکنیم. الان مشکلمون اونه. بچه رو ببندین به عدس. آره خیلی خوب. خستت کردم، خیلی ممنون که لذت بردم، دعوت ما رو پذیرفتی. چیزی هست که من نپرسیده باشم دوست داشته باشی از اینجا از این تریبون بگی؟ خیلی متشکرم از دعوتتون. منم مثل خیلی از دیگر عزیزانی که اینجا هستن از اون نسلی هم که با شبهای برره و پاورچین و نقطه چین زندگی کردم و خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. از اون شبای بدون ترافیک ساعت 8:30 لذت بردیم که میدونستیم سریال شما و تیم قویتون قراره پخش بشه و مرسی. همه لذت دارن، میگفتن خیابون خلوت کنه واقعا سریالا. خدا را شکر الان توی تلویزیون چند تا از برنامه‌های خوب با من برای خاطر چون عضو کوچیکی از خانواده تلویزیون هستم و دارم کار میکنم، ما داریم برنامه‌ای که داره در حال حاضر ساخته میشه و طرفدارم زیاد داشتن، مثل برنامه حالا عصر جدید که ساخته شد الان برای سال جدید. شبکه 3 بازی برنامه‌های جدیدی رو داره که میتونه قطعا مورد توجه مردم قرار بگیره. ستاره سازی که خودم اجراش میکردم واقعا مورد استقبال قرار گرفت، خدا روش مردم خیلی دوستش داشتن. امیدوارم که قدردان همه کسانی باشیم که زحمت میکشن، خود حضرت عالی هم جزشون هستید و بتونیم برنامه‌هایی رو برای مردم تولید کنیم که 1 در شأنشون باشه، 2 براشون جذابیت داشته باشه و 3 واقعیت‌ها رو بگه و مردم با دیدنش لذت ببرن. متشکرم. و سوال آخر به رسم دور همی، احساس خوشبختی داری؟ خدا روش بله. بله. بسیار. از چند بود، یکی اینکه واقعا آرزو دوران کودکی می بودش که گزارشگر فوتبال بشم و در عرصه ورزش بتونم کاری رو انجام بدم،
شاید خیلی خدا دوستم داشته که این اجازه رو داد که بتونم به این مهم برسم. خانواده خوبی دارم، هم از لحاظ شخصی، یعنی همسرم، فرزندم، رفقای خوبی داریم و مردم خوبی داریم که امیدوارم که لایق این همه محبت همشون هم باشم. متشکرم. خیلی ممنون که امشب در کنار ما بودی، امیدوارم که همیشه در سلامت باشید، هم خودتون هم خانواده. متشکرم از شما و بهترین آرزوها رو براتون. متشکرم از شما و از دعوتتون بی نهایت سپاسگزارم. متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. لطف کرد. مرسی. خسته نشدین؟ خیلی خوب، خیلی خوب. معمولا آدمیزاد اینجوریه که تا وقتی امکانات داره قدرشو نمیدونه. وقتی از دست میده تازه میفهمه چه چیزی رو از دست داده. بهترین مثالش همین آقایون چینی هن. کرونا اومد، ماسک کمیاب شد. دیگه همه دیدیم که مجبور شدن از چی استفاده کنن به عنوان ماسک. یا همین بادکنک اخیراً فروشش به صورت مقطعی ممنوع شد کوچولو. تا قبلش میرفتیم سوپرمارکت مش برمی‌داشتیم می‌ریختیم جیبمون. وقتی ممنوع شد فهمیدیم چی رو از دست دادیم. خود من یکی از همون شبا انقدر هوس یه دونه از اینا رو کرده بودم، دوست داشتم هوای توی ریم رو با فشار فوت کنم توی چیزی که برام کیسه فریزر آوردن باد کردم و همسایه بغلیمون رو با 4 بادکنک گرفتن. قسم میخورد میگفت آقا یه دوستی دارم برای اون گرفتم، داشت توضیح میداد. بهترین لحظه زندگی هر مقام مسئول لحظه ایست که با یه قیچی در دست روبان رو میبره و امکانات جدیدی رو افتتاح میکنه. یعنی شما همینجوری بی خودی یه روبان ببند یه جا، یه قیچی هم بذار یه گوشه، برو قایم شو. 2 طول بیشتر طول نمیکشه، یه مسئولی میاد اینو افتتاح میکنه. اخیراً یه مرکز ورزشی رو در یزد افتتاح کردن با بودجه 7 میلیون تومان. یه فوتبال دستی توشه، 2 پای دارت، 2 میز پینگ پونگ. در واقع یه دهکده المپیک کوچیکه. هر کانالی هم میزدیم تو تلویزیون داشت افتتاحیه اینو نشون میداد. لحظه بریدن روبان رو هم صحنه آهسته نشون میدادن. مو به تن آدم سیخ میشد وقتی این صحنه ها رو میدید و اون امکانات رو و این افتتاحیه رو. کامنت بخونم. خواهشان انقدر سانسور نشید، چیزی نفهمیدیم از برنامه. موزیک اضافه نمی کنید پاشم بیام. بعدی آقای مدیری یه توضیحی بدین که ببینیم چطوری بیایم برنامه‌تون. تا اونجایی که من میدونم ما فراخوان میدیم در پیج خودمون، یک فراخوان عمومی میدیم، همه در واقع از میتونن درخواست کنن، ثبت نام کنن و شرکت کنن. در همین پیج رسمی که زیر تصویر هست، که در همین پیج هم فقط میشه نظریات رو گذاشت. امشب خندیدم، برو خدا رو شکر کن. بعدی یکم از دغدغه های دانشجویان بگید.
دکورتون، دکورتو، دکورتون، دکورتو، نمیدونم. دختر داییم بعدی، دختر داییم ازدواج کرد، نگاه ها تو خونمون خیلی روم سنگین شده. بعدی، گیاهخواری رو به رشته، لطفاً پزشک طب گیاهخواری دعوت کنید. بعدی، کاش بی پول ها رو دعوت کنید. مدیری بیا دایرکت چند بار بگم. خب الان در بعضی از خانواده ها باتری دسته پلی استیشن که تموم میشه، بچه دپرس میشه، میفته گوشه خونه. روانشناس میارن، ساعت ها باهاش صحبت میکنه که بچه متوجه بشه که زندگی کماکان ادامه داره. بچه های دهه 60 و قبل از اون هر چه که امکانات ضعیف‌تر میشد با انگیزه بیشتری زندگی میکردن. دروازه های فوتبالمون رو جمع میکردن، جاش آجر میذاشتیم. توپ رو جمع میکردن، با گوله جوراب بازی میکردیم. جورابا رو جمع میکردن، کش شلوارمون رو در میآوردیم، تیرکمون مگسی درست میکردیم. تیرکمونامون رو میگرفتن، تو جوب آب کرال سینه میرفتیم. از جوب میکشیدنمون بیرون، عکسای کاغذی توی آدامس رو میچیدیم رو هم اینجوری ببینیم چند تاش بر میگرد. من مطمئنم اگه کرونا هم اون موقع میومد از توش نخ رد میکردیم برای تزیین مدارس، تو کلاسمون میچسبوند. کلن انگار داشتن امکانات با خلق و خوی بچه های اون دهه ها جور در نمی اومد. الان هم که 40-50 سالشون شده، یه عده‌شون رفتن تو هلال احمر و آتش نشانی و اینجور کارا، با دو تا دب آب میرن تو دل آتیش، با یه کلاه پلاستیکی پلاسکو رو جمع جور میکنن، با یه جفت پوتین و دستکش آوار زلزله ها رو میزنن کنار و با یه دونه پیرهن جاده ها رو برف روبی میکنن. بچه های اون دهه ها خودشون یه جور امکانات محسوب میشن. اینا رو اگه از دست بدیم، باید کلی هزینه کنیم به جاشون ماشینالات و سخت افزار و تکنولوژی های روز دنیا رو بخریم. یه پدر یه پدر داریم تو جمع، یه مادر. گفتم پدر خانم دست بلند، گفتم مادر خانم دست. میگن برای بچه‌م هم پدر بودم هم مادر. ایشونه یه مادر. بله بفرم بفرم. قربان، شغل شما چیه؟ من کارم سازه فلزی. صنایع فلزی؟ سازه فلزی. بسیار خوب. خانم شما؟ من خانه‌دار. خانه‌دار. بله. آقا بفرمایید که در عصر تکنولوژی و امکانات و این امکانات عجیب غریبی که وجود داره و انگار میگن فرزند سالاری به این دوران، شما چه امکاناتی و چقدر امکانات برای بچه‌ها فراهم می‌کنید؟ چقدر معتقدید که بخشی به عهده خودشونه، چه بخشی به عهده شماست؟ به نظر من 80% بخشش برمیگرده به خودشون. بله. 20%ش برمیگرده به ما. چون عکسش مال زمان ما بود. ما زمان پدرمون 80%
پدرمون چی... بودن 20% ما بودیم، ولی الان نه، الان عکس قضیه شده. و همیشه به نظرتون امکاناتی رو که بچه‌ها میخوان باید براشون فراهم کرد؟ بعضی هایی که به نفعشون باشه بله. شما بفرمایید. ما امکانات تا جایی که بتونیم برای بچه‌ها فراهم میکنیم، در حد خیلی کم، مثلا با این شرایط اقتصادی. نه به طور عمدی کم، یعنی به خاطر مسئله تربیتی خیلی فراهم نمی‌کنیم، چون دیگه بچه‌ها عادت می‌کنن به امکانات زیاد، انتظار زیادی دارن دیگه. چون دو تا بحث دیگه میدونید، همیشه خیلی‌ها میگن که خب بچه‌ها هیچ وقت نباید در مضیقه چیزی باشن، احساس کمبود کنن، این تاثیر روانی روشون میذاره، وقتی بزرگ میشن مسئله پیدا میکنن. خیلی‌ها میگن نه، باید به خیلی بچه‌ها گفت نه، در خیلی موارد بهشون گفت نه، تا اینکه عادت کنن. همه چیز رو نمیشه داشت، دو تا بحث مختلفه. شما به کدومش معتقدین؟ به نظرم به هر جفتش، یعنی تعادل باید رعایت بشه. شما هم همین رو میفرمایید، تعادل داشته باشه. به نظر من یه چیزی که همه بچه ها دارن باید بچه ما هم داشته باشه، چون اونجوری احساس کمبود داره. ولی نه، چیزی که همگانی نیست میتونم نداشته باشه. بسیار. بزرگترین فرزندتون چند سالش؟ 35 سال. 35 سال. اون زمان شاید من و شما اگر بگم مثلا همسنیم، واقعا چه چیزایی ما داشتیم به لحاظ امکانات؟ هیچی نداشتیم. و الان ببینید که بچه ها چه امکانات عجیب غریبی دارن. اذیتتون نمی کنم؟ خسته میشین؟ آقا بهتر بودن دست بالا؟ خانم بهتر بودن؟ آقا بهتر بودن؟ خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. و حرف آخر، علت بسیاری از بحران‌ها و حوادث در کشور ما نه فقر، یعنی نه فقر امکانات، نه فقر مدیریت، علت اکثرشون عدم توجه به جلوه. دلایلی که برای حوادث عنوان میشن رو نگاه کنید، این عدم توجه به جلو تو همشون هست. یعنی هر چی میشه میگن عدم توجه به جلو تو اتفاقات. بیاین همکاری کنین دوستان، همه یاری کنیم، بیشتر به جلو توجه کنیم. البته حوادث هم با ما همکاری نمی کنن. یعنی میزان بزرگی خودشون رو با میزان امکانات و سواد مدیریتی ما هماهنگ نمی کنن. تحریم ها رو در نظر نمی گیرن. هنوز آتیش رو خاموش نکردیم، سیل میاد. هنوز از سیل خیسیم، زلزله میاد. هنوز رو ویبره پس زلزله ایم، یه جبهه هوای سرد میاد. قبول کنیم که حوادث خصوصا در سالهای اخیر خیلی مشکوک عمل کردن. من مطمئنم یه مستند تکان دهنده ازش در میاد. کمبود امکانات همیشه هم اتفاق ناخوشایندی نیست. یکی از حسناش اینه که همین الان اگه برید آبادان و خرمشهر، 8 سال جنگ تحمیلی رو با پوست و خونتون هنوز حس میکنید. یه جاهایش هنوز انقدر جنگیه که من ناخودآگاه خوابیدم رو زمین، سینه خیز رفتم. یه گلابی افتاده بود رو زمین، دومشو با دندون کندم پرت کردم تو خرابه. اکثر جاهای دنیا امکانات متفاوت شهری برای معلولین در نظر میگیرن، اینجا اون که نیست، هیچ اصلا نداری. همین فاصله پله‌های اتوبوس رو ببینید شما،
آدم سالم ازش میره بالا 12 تا بخیه میخوره. در پایان برای آخرین بار از حوادث خواهش میکنم خودتون رو با امکانات ما هماهنگ کنید، در غیر این صورت دفعه بعد یه جور دیگه باتون حرف بزنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون که امشب اینقدر گرم، صمیمی و دوست داشتنی بودین، در کنار هم بودیم. امیدوارم همیشه سلامت باشین و بهترین آرزوها رو برای تک تکتون دارم. متشکرم، شب بخیر، خدا.